دوباره برگشتیم و همچنان تشکری میکنم از دینا که با ما بودن و موضوعی که هم داشتیم صحبت های داشتیم. و فراموش نکنید که امروز روز رادیو هست و بر اولین بار رادیو البته در سال 1895 میلادی توسط یک دانشمند ایتالیایی ساخته شد و در شهر لندن البته به نمایش گذاشته شد. و فراموش نکنیم که در زمان امان الله خان در سال 1306 هجری شمسی به افغانستان آمد و گفته میتونیم که در افغانستان هم در گذشته ها فعالیت های بسیار زیاده بود راجع به رسانه ها. و فعلا هم چون از رادیو صحبت کردیم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه استعداد طلایی که در رادیو برگزار شده بود و میخواستیم که بهترین یا برترین گوینده را ما معرفی بکنیم و کسایی که استعداد دارن، استعدادهای پنهان، از نام یک برنامه ساختیم و همچنان از میان از اونا چند شخص اشتراک کردن که فعلا هم علیرضا اعتمادی که مقام چهارم به خود گرفتن با خود داریم و میبینیم که چه صحبتهایی دارن و از مقامشان راضی هستن یا خیر. سلام، صبح شما بخیر. سلام، صبحتان بخیر مرتضی عزیز. صبح بیننده های عزیز بخیر. امید که جور و صحتمند باشید. تشکر، سلامت باشی. و می برنامه استعداد طلایی چگونه یک برنامه بود؟ والا نام خدا آریان جان مدیر رادیو بود، بسیار یک برنامه خیلی خوب است، شفاف. من دیدم خیلی جایا کوشش کردن، ولی به خاطر که نمی خیلی آدمایی که به حساب میگن به کلتور میگم نفهم چه قسم که یک ذره ای چیز نبیخ که یعنی به نفر چی بله بعضا هستن سخنهای زد و نخیص بله. گفتن که برنامه خوب بود یا برنامه بد بود. هست، هر رسانه از خود قانون و مقررات خاص خود داره و همیشه ما انتقاد پذیر هستیم و وقت شما انتقاد میکنین، شمایی که بیننده هستین و کسایی که در رادیو البته شنونده هستن، هر برنامه یک اصول و مقررات خاص خود می داشته باشه. و خود از مقام چهارم که به سوردی راضی هستی؟ راستش من از مقامم راضی هستم، ولی اون وقت هم گفتم چون که تمام شنونده یک ذره جگرخون شدن به خاطر از اینکه خیلی تقلب کاری هم شد. تقلب از چی نگاه شد؟ تقلب خواه من خواه برنامه مردم هم معلوم بود اموجه که در داخل چیز نه من شناق داشتم که تا امی شنونده که نتاقای رادیو به حساب نه امی کل امی اشتراک کننده ها داشت، ولی تقلب کاری بیشتر کردن مثلا از طریق تماس بود که تماس میدن کوشش خب میکردن اخلاق کنم. میار چی بود؟ علی رضا جان میاری بود که تنها ما میتونستیم شماره ها را ردیابی بکنیم، از یک شماره نمیتونستیم دو تماس داشته باشیم. فقط اگر از چندین شماره هر کس رای میداد او را که هیچ برنامه و هیچ کس نمیتونه او را کنترل بکنه و صداشناسی بسیار مشکل هست. و این فرق نمیکنه که اگر یک شخص ده سیم کارت داشته باشه میتونست ده تماسش وصل میشد و رای میداد. و خودت یادآور شدی که من با نتاقا البته هیچ شناخت نداشتم. من هم شناختی؟ ولی نه خوال بله. و با وجود از اینکه میگن تقلب بود، بخاطر که مدت 4 یا 5 سال میشه من در برنامه ها و در رادیو جهان البته فعالیت میکنم، با وجود از اینا من نمیشناسن و ما حتی اشتراک کننده ها را هیچ کدامشان را نمیشناختیم. کسایی بودن که تنها از طریق تماس اونو تماس گرفتن و خود انتخاب کردن و آمدن برای گیری و پروسه را پیش بردن. خب هست در زندگی وقتی آدم شکست میخوره یا مقام پایین تر میگیره، ای برای از اون میفهمی چی میشه، یک درس میشه. اما کسی که مقام اول میگیره میگن که برای من کفایت میکنه، اما کسی که دوم و سوم و چهارم میشه بر از یک درس میشه و یک زینه میشه تا یک آیسته آیسته پیشرفت بکنه و هیچگاه فراموش نمیشه. برد زود فراموش میشه، اما وقت فراموش نمیشه به نظر من. ولی مرتضی عزیز مردم واقعتش خیلی مرا حمایت کردن، یعنی من این برنامه تان ای است بر من داد که مردم میفهمیدم که چقدر مردم دوست داره، چقدر مردم ها چقدر خوب و بد ما شناختم، مثلا مردم چقدر از من طرفداری کردن در این برنامه. خب مقصد من دلم در این درد نکرد که من چهارم شدم بره. فقط دلم در این طرفداری مردم درد کرد که بیچاره بسیار زحمت کشیدن. خیر باشه، هست در زندگی همیشه برد و باخت می باشه. و بعد از این فعالیت های خودت در کدام عرصه خود بود؟ فعالیت ها خود دیگه از برای آریان جان هم گفته بودم که من بخش هنر موسیقی رو پیش میبرم، موسیقی ملی است بخش من بره. دیگه در غربی هم یک کم اتنم دیگه محفل های مردم از محفل های خوشی است. بله. خب فعلا نوقع محفل هم دیگه میفهم. یعنی شما آسخانی هم میکنین؟ بله بله. و چطور علاقه مندی پیدا کردی به گویندگی رادیو؟ واقعیت گویندگی رادیو خوب یک حال هوای دیگر حال داره. هوای دیگر داره. دیگر داره. داره. مثلا باز هنرمندی فرق میکنه مثل یک گوینده نیست، ولی گوینده آدم شخصیت میسازه، بر آدم
آدم میتونه خیلی چیزها را پیدا کنه. به خاطر من از موسیقی هم خیلی چیزها را آموختم که در محفلا میرفتم، محفلای مردم اشتراک داشتیم، شیرینی خوری مثلا عروسی ها، محفلا را پیش بردیم با هر قسم مردم. مگم باز در گویندگی مردم میتونه که یک چیز بالاتر از اون شوه. بله، و آوازخوانی را از چه زمان شروع کردین شما؟ آوازخوانی را دیگه من شاگردی خیلی نکردم، شاگردی مثلا طور نکردم که پیش یک استاد برم به همیشگی یاد بگیرم. من پیش خیلی استاد ها رفتیم، باز زحمت زیاد کردیم واقعیت، تا که اول به حساب انجینر بودم، انجینر تکنیکی و مسلکی، تا که از او کم 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 دستم یک ذره واس شد، دواز بعد از او کم کم هرمونیه را یاد گرفتم. و خیلی گمش که زندگی جنجالات زیاد داره، تا که آدم به یک جایی برسه مشکلات پی در پی است. بله، و من یکم راجع به رادیو هم معلومات بدم، چون امروز روز رادیو هست و بله. اولین بار دستگاه رادیو در سال 1317 توسط متخصصین آلمانی البته به کابل آورده شد و در پل باغ عمومی البته دستگاه از این نصب شد، علی رضا جان. و اولین گوینده زبان دری البته کسایی بودند که اسمشان گویا اعتمادی و از بانوان رقیه ابوبکر بود که بر رقیه حبیبی همچنانی معروف بود. و از گویندگان پشتو میشیم یادآور عبدالجبار و مستور، اینا کسایی بودند که در سال 1334 شمسی در ساختمان جدید رادیو البته گویندگی را شروع کردند. و این معلومات بود که راجع به رادیو بود، چون خواستیم امروز روز رادیو هست و خوشبختانه خودت هم اشتراک کننده بودی در بخش گویندگی به رادیو. زنده باشی. بازم من خوش شدم که مرا دعوت کردی، یک فرصت به من دادی که در تلویزیون شما آمدم و از من استقبال کردی. زیاد تشکر از میمون نوازیتان، از مدیر برنامه رادیو آریان جان عزیز، از رئیس تلویزیون و رادیو جهان، و روز رادیو را تبریک میگم به تمام نطاق. خود هم زنده و سلامت باشی. بختره که مقام چهارم هم مقام کم نیست. ما از اشتراک کننده همشان تشکر میکنیم که در این برنامه البته اشتراک کردن و تشکری ما فقط میشه که شما را تشویق بکنیم و شما را استعداد که دارین را بر شما یادآور شیم که کم کار کنین و پشت کار داشته باشین، زحمت بکشین و هر هدف که داشته باشین میرسین. بی زحمت هیچگاه راحت نیست. دیگه فقط از دوستان میخوایم که لطفا توهین نکنید، چون یک برنامه تفریحی بود، به خاطر تصفات مجازی خیلی هم توهین کردن. و از آرش جان که اگر اینمی لحظه برنامه رای چیز باشه، میخوایم که علاقه مندایت هست هر کسی که هست، به خاطر خیلی توهین کردن بر نطاقای رادیو ای خوب نمیه. بخاطر و یک گپ دیگه سریال جان، گپ شما را هم قطع کرد. خواهش. وقتی ما از یک کوچه عبور میکنیم بعضا هستن کب سگ میگیم، اونا با جف میزنن، نمیشه آدم پس بر از اونا جواب از اون بده. هست بعضا وقتی یک استعداد را میبینن در یک شخص، او را تحمل نمیتونن، یا یک نواوری را یک شخص میکنه، او را هیچ به اونا تحمل نمیکنن، اونا همیشه انتقاد میکنن. اشخاصی که انتقاد میکنن 80% هستن، اشخاصی که عمل میکنن 0.5% هم نیستن. اونا انتقاد اینه در کشور ما یک فلسفه شده، یک سخن عام شده، هر کسی ببینی سر هر موضوع انتقاد میکنه. گذشته از اینکه شخصیت خودش ببینی، حتی بگوییم که صنف 12 را هم اونا فارغ نیستن، اما سخنان میگن و خود شخصیت جلوه میتن که بگویی شاید ماستر باشه، اما اگر در حقیقت او را بپرسی یک دو سوال ازی داشته باشی، صنف 12 را هم قرض دارستن. بله، زنده باشی. بازم بله، خود هم تشکری میکنیم که آمدی در برنامه. و در اخیر پیام خود چی هست؟ من های سنگ شوان پیام ما به دوستای نمیست که فقط باید همیشه به یاد داشته باشن، رسانه ای نیست که مثلا بین ما و شما جنگ و نفاق پیدا شه. رسانه دوستی از نزدیک شدن است و مردم رابطه بین مردم و جهان است. بله، بدون شک. و ما هم همیشه کوشش میکنیم پل ارتباط باشیم میان مردم و استعدادها و جوانها. و یک میان برنامه خیلی کوتاه داریم، دوستا همچنان با شما می باشیم.